ایمورتالز هکتور ایز هیر اینادر آموزشی ویدئو. بچه ها چطورید؟ امروز میخوام ایکس باکس وان بهتون آموزش بدم، چیزایی که تو ایکس باکس وان به دردتون میخوره. اولین چیزی که میخوام بهتون آموزش بدیم نصب آنلاین بازی های رایگانه، چطوری فورتنایت و وارزون و ایپکس و از این دست بازی های رایگان بدون استفاده از گولد بازی کنید. لیتس گو. خب بچه ها، برای ساخت اکانت آنلاین اولین چیزی که نیازه اینه که شما دستگاهتون رو به اینترنت وصل بکنید و آپدیتش بکنید. برای آپدیت کردن و به اینترنت وصل شدن من یه ویدیو جدا درست کردم که لینکش رو این بالا میبینید، برید اون ویدیو رو ببینید. آنلاین شدن رو یاد بگیرید، چطوری با VPN یا DNS آنلاین بشید به روی سرور ایکس باکس وان. بعد از اینکه آپدیت رو انجام دادید میاد اینجا اکانت رو میسازید. حالا بریم سراغ ساخت اکانت. برای ساخت اکانت هم کویک منو رو میزنیم، قسمت اد نیو که یه عکس به علاوه هستش. اولین صفحه‌ای که شما میبینید ساینین اکانت ایکس باکس هستش. اگر اکانت دارید که اینجا اکانتتون رو وارد میکنید، اگر اکانت ندارید که ما میخواییم ساخت اکانت رو به شما یاد بدیم، میرید توی گزینه وسطی که نوشه Get a new email، Get a new email رو میزنید. اینجا ایمیل رو به اسم خودتون، به هر چیزی که دوست دارید وارد میکنید. ما میزنیم مثلا ایکس باکس تست، چیز خاصی نمیخواد وارد بکنید. آیدی که دوست دارید وارد میکنید. بعد اینکه آیدی که دوست دارید وارد کردید، اسم خودتون رو وارد میکنید که فرست نیمتونه و هر چی هست دوست دارید بذارید. بعد اسم دومتون یا اسم لاست نیمتونه، حالا به من نامه خانوادگی میذارم بچه‌ها، ولی خب هر چی دوست دارید میتونید بذارید. رمزی که میخواید روی اکانت وارد بکنید و رمز رو باید اینجا وارد بکنید. دوباره رمز رو تکرار میکنید. بچه‌ها اینجا یه خیلی چیز نکته مهمیه، تولدتون رو به تاریخ میلادی، حتما به تاریخ میلادی باشه، وارد بکنید، چون اگر بعداً یه وقت به مشکل خوردید بتونید دوباره اکانتتون رو بازیابی بکنید راحت‌تر. من به صورت پیش فرض میذارم 10/10/90. شما هم اگر نمیدونستید اینو بذارید که تو ذهنتون بمونه 10/10/90. اینجا از شما میخواد که یه تلفن یا یه دونه ایمیل وارد بکنید. پیشنهاد من اینه که یه ایمیل دیگه غیر از اون ایمیلی که الان دارید میسازید، یعنی ایمیلی که دارید استفاده میکنید و اینجا وارد بکنید. یه اد ایمیل رو میزنید، ایمیل دوم یا ایمیل شخصیتون که الان دارید استفاده میکنید رو بزنید. به خاطر اینکه ما توی ایران داریم زندگی میکنیم، به نظر من بهتره که ایمیل بذارید تا شماره تلفن. امکان داره که اپراتورهای تلفن ما یه وقت مشکل تحریم براشون ایجاد بشه و اون تلفن دیگه قابل استفاده نباشه. به خاطر همین ایمیل پیشنهاد من. ایمیلتون رو حالا هر چی که هست وارد میکنید. خب اینجا از شما میپرسه که آیا با حالا اگریمنت یا همون قوانین مایکروسافت آشنا هستید. اگر نیستید میتونید اینجا بخونید که نکست رو بزنید بره. عموما کسی نمیره مطالعه بکنه. خب اینجا هم دوباره نکست رو بزنید، چیز خاصی نداره. اینجا از شما میخواد که گیمر تگتون رو انتخاب بکنید، یعنی اسمی که توی بازی شما رو نشون میده. کسای دیگه وقتی مثلا باشون بازی میکنید به این اسم شما رو میشناسن. حالا ما یه اسم همینجوری انتخاب کردیم، بعد که نکست رو میزنیم، اگر اسمتون تکراری باشه یه کد به شما میده که اون کد شناسه شما میشه به اون اسم. یعنی مثلا من ایمورتال نوشتم، 100% ایمورتالای زیادی هستم، به خاطر همون یه دونه هشتگ 2266 هم اضافه کرده که شما رو به این نام میشناسه روی سرور. نکست رو میزنی. اینا دیگه موارد حالا برای سکیور و آپدیت و ایناست که بعدش میکنید بره، چیز خاصی به اون صورت ندارن که اطلاعات دقیق من بخوام به شما بدم. یه سری اطلاعات شخصیه که میتونید حالا اگر خواستید باهاشون حالا آپشناشو استفاده بکنید. خب دوباره اینجا هم دوباره یه سری اطلاعات به شما میده که باز نکست رو میزنید. اینا رو مراحل تونتون رد کنید بره، تونتون رد کنید بره. خب این سه تا گزینه‌ای که اومد براتون، یه توضیح سر اینا بدم. ببینید یه گزینه داره نو بریرز، یه گزینه داره اسک فور مای پاس کی.
یه گزینه هم داره لاک ایت داون. نو بریرز رو بزنید، هر وقت انتخاب بکنید پروفایلتون رو بدون هیچ دردسری میره توی اکانت، که پیشنهاد منم همینه گزینه است انتخابش. اس فور مای پسکی رو بزنید، هر وقت روشن کنید کنسولو بخواید وارد اکانت بشید از شما یه پسورد میخواد. پسورد دارم با این دکمه های روی دستتون باید انتخاب بکنید، مثلا 6 تا دکمه رو که مثلا R1 R2 LB ببخشید RB RT LB LT BX مثال اینجوری میزنید. یه دونه هم که لاکی داون هم بزنید، شما کلا اکانتتون گفت میشه، فقط و فقط همین الان میتونید ازش استفاده بکنید، دفعه بعدی دوباره باید رمز بدید، هر بار که برید داخلش باید رمزتون رو بزنید. که پیشنهاد ما همون نو بریرز رو انتخاب میکنید. لینک کنترلر هم دستتون با این اکانت، اگر دو دسته است یا چهار دسته هستید، لینک کنترل رو بزنید. اون کنترلی که الان دارید استفاده میکنید با این اکانتی که الان ساختید لینک میشه، هر وقت دستگاه رو با این دسته روشن بکنید این اکانت مستقیم میاد بالا. ما اسکیپ پیس میکنیم، ولی شما اگر دوست داشتید لینکش بکنید. اینجا هم که رنگ تم اکانتتون چیز مهمی نیستش، این هم که مشخصات اکانتتونه که به شما یه نمایش کلی میده. بچه ها اینجا هم که به شما دوباره همون گیم پسی ها که من توی ویدئوهای قبلی براتون توضیح داده بودم، باز لینکش رو میذارم بالا، ولی فکر میکنم نمیشه، که لینکش رو گذاشته بودم این بالا، براتون توضیح داده بودم که چطوری از گیم پس استفاده بکنید. الان ما نمیخوایم از گیم پس استفاده بکنیم و میخوایم بازی فریمون رو استفاده بکنیم، که فورتنایت و ایپکس و وارزون و از این دست بازی ها. نو تانکس رو میزنید، میرید داخل اکانت. الان شما وارد اکانت جدیدتون شدید، به ایکس باکس لایو وصلید و میخواید بازی فورتنایت رو دانلود بکنید. برای دانلود بازی فورتنایت باید برید داخل استور. داخل استور رفتن چند تا راه داره، یکیش که از تو همون صفحه اصلیه که عکس کیفه، که چهار تا پنجره قرمز و سبز و آبی زرده که همون رنگ ویندوز مایکروسافته، اینجا هستش همه جا هستش، حتی کویک منو رو هم بزنید اینجا هم هستش. هزار تا جا براتون گذاشته که بتونید مایکروسافت استور رو پیدا کنید. ما وارد مایکروسافت استور میشیم، اگر استورتون آپدیت دادش آپدیتش کنید مثل الان. وقتی وارد استور مایکروسافت شدید هم میتونید بازی ها رو سرچ بکنید، هم میتونید بیاید اینجا تو قسمت گیمز تاپ فری، یعنی بهترین بازی های رایگان تاپ فری ها اینجا به شما نمایش داده میشه. حالا هر بازی میتونه باشه دیگه، از این لیستت بگی وارزون بگیر، ایپکس بگیر، فورتنایت هم که اینجا هست. خب میزنید روی فورتنایت، گت فری رو میزنید، گت فری رو بزنید یعنی که دیگه انجام شد. چک اینستال پروگرس رو بزنید، میره توی دانلوداتون. اینجا میتونید دانلودش رو ببینید که داره دانلود میشه. منتظر میشید دانلودش تموم بشه، اینستال تموم بشه، کامل نصب بشه، بدون دردسر وارد بازیتون بشید. دیگه هم نیازی به گولد نداره. حالا ایپکس میخواد باشه، وارزون میخواد باشه، یا فورتنایت، خیلی راحت بدون هزینه بازی کنید. خب بچه ها این بود آموزش ما در مورد بازی های آنلاین، استفاده از بازی های آنلاین، چطوری بازی های رایگان رو دانلود بکنیم و بدون استفاده از گولد بازی کنیم، اکانت آنلاین چطوری ساخته میشه. امیدوارم که به دردتون بخوره. بچه ها یادتون نره که سابسکرایب بکنید کانالو. بچه ها برای حمایت از من و کانال یوتیوب من لطفا کانالو سابسکرایب بکنید، لایک یادتون نره، حتما کامنت بذارید و ایده هاتون رو، چیزایی که نیاز دارید اونا رو یاد بگیرید و برای من بنویسید، حتما ویدیوشون رو میسازم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اول به فکر خودتون باشید، ولی فقط به فکر خودتون نباشید. Peace.